بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. موضوعي إن شاء الله دنبال مكنيم بحث دعای کمیل هست. مباحث فراوانی رو اون حضرت در این دعا گنجانده است که در حقیقت به منزله یک دانشگاه علمی، تربیتی، اخلاقی و اعتقادی است. مسائل اجتماعی رو در آن مطرح کرده که ما بعضی از اونها رو اشاره میکنیم. اساساً دعا و درخواست از خداوند سبحان پاسخ انسان است به قبول کردن فرامین خداوند و دستورات پیامبران و معارف دین. یعنی یک انسانی که خدا رو باور کرده، نبوت رو پذیرفته است و به معارف وحیانی و الهی اعتقاد دارد، خب این انسان در مقام عمل برآمده، به اون فرامین عمل کرده. خداوند پیامبران رو برای شناساندن انسان به خودش فرستاده. یعنی اگر از ما سوال کنند هدف اساسی حضور پیامبران الهی در جامعه انسانی چیست، یک جمله است: شناساندن انسان به خودش. انسان خودش رو بشناسد، که جناب مولانا همینه میگه: روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. شبا فکر میکنم، روزا فکر میکنم، چرا من از اون دل و اون حقیقت خودم غفلت کردم؟ ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ و کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم. من از کجا آمدم؟ مبدأ حرکت من کجا بوده؟ در این عالم برای چی آمدم؟ از این عالم به کجا میروم؟ بنابراین انسان به صورت فطری دنبال شناخت خودش هست، ولیکن انبیاء علیهم السلام به عنوان نمایندگان رسمی پروردگار عالم و انسانهای مرتبط و متصل با جهان غیب آمدن تا ما را به ما بشناسانند. خب ابزار این شناخت چیه؟ خداوند برای شناساندن انسان به خودش ابزار و وسائلی رو قرار داده. اولینش فطرت و آگاهی ذاتی انسان هست به خودش. فالهمها فجورها و تقواها. خداوند در نهاد انسان فهم و شناخت خوبی‌ها و بدی‌ها رو قرار داده. بنابراین انسان ذاتاً میتونه بفهمه مسیر حق کدومه و مسیر غلط و باطل کدوم هست، خوبی‌ها چی هستن، بدی‌ها چی هستن. و بر همین اساس هم روز قیامت خدای تبارک و تعالی هیچ انسانی رو بر هیچ گناهی که نسبت به اون جهل دارد و جهالت داشته مؤاخذه نمی کنه. این یکی. بنابراین فطرت و همون چیزی که به عنوان وجدان اخلاقی از اون تعبیر کردن. دوم قوای ادراکی هست که خداوند به ما داده. قوای ادراکی ظاهری که همون چشم و گوش و لمس و این پنج قوه ظاهری هستند، و در رأس همه اونها قوه عاقله هست که در حقیقت مدیریت همه قوای ادراکی انسان بر عهده عقل است. عقل فرمانده باید باشد،
اگرچه هواها و هوسها گاهی او را به اسارت می کشانند. لذا قرآن کریم می فرماید ولا تقف ما ليس لك به علم، ای انسان جایی که علم نداری، آگاهی نداری، هیچ حرکتی نکن، هیچ تبعیتی نکن، هیچ چیزی رو نپذیر و هیچ چیزی رو انکار نکن. چرا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنها مسئولا. ما به شما قوای ادراکی دادیم، بنابراین شما در مقابل این نعمتهای خداوند مسئولیت دارید و روز قیامت ما از این قوای ادراکی سوال خواهیم کرد که آیا شما را به کار گرفتن، از شما استفاده کردن یا نه. سومین ابزار شناختی که خدای تبارک و تعالی برای شناسوندن انسان به خودش، هدایت از بیرون هست، حضور انبیاء الهی هست. رسلا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. ما پیامبران رو فرستادیم، اینها بشارت دهنده به کارهای نیکن که اگر کار نیکی، فکر درستی، اخلاق خوبی داشته باشید، حتما نظام عالم به شما پاداش نیک خواهد داد. و اگر افکار بد، اخلاق زشت و اعمال نامناسب مقام انسانیت داشته باشید، باید در انتظار کیفر اعمالتون و اخلاقتون و افکارتون باشید. چرا؟ تا اینکه روز قیامت کسی نگه خدای من نمیدونستم. لعلا یکون للناس، تا مردم علیه خدا، بر ضد خدا دلیلی نداشته باشند بعد الرسول. خب بنابراین پس هدف خلقت انسان شناسوندن خودش به خودش است. خب وقتی انسان تا حدودی از طریق این سه ابزار خودش رو شناخت، با چند تا مشکل جدی مواجه میشه. تا الان در واقع مقدمات کار رو فراهم دید، یعنی فطرتش او را هدایت می کند، قوای ادراکیش او را هدایت می کنند، پیامبران الهی راهنمای او به صراط مستقیم و حقیقت هستند. انسان تا اینجا تا حدود زیادی خودشو شناخته است. از این لحظه که خودشو شناخت، یک شناخت دیگری رو پیدا می کند. یعنی بعد از این شناختن و شناسایی خودش با یه اشکال جدی مواجه میشه که انشاءالله اون اشکال جدی رو در جلسه آینده توضیح خواهیم داد که چی باعث میشه این مشکل پیش میاد که انسان دست به دعا بردارد. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق شناخت راه، شناخت خودمون و شناخت موانع راهمون رو ارزانی بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.